نیکولا فلامل کیمیاگر فرانسوی در پاریس قرن 14 اینجا زندگی میکرد. 7 قرن بعد خانه او از گنجینه های ملی فرانسه به شمار میرود. گالری آثار هنری نیکولا فلامل اینجا در خیابان سن مرتن در حقیقت زمانی بخشی از خانه این کیمیاگر معروف بوده و حالا مکانی است برای معرفی هنر ایران. این گالری این ماه تبدیل شد به یک ماشین زمان برای سفر به ایران، به گذشته، به حال و به آینده. بازمانده 2، اثر آیدین آقداشلو. آیدین نقاشی این جنگجو را برای پسرش کشید. 35 سال بعد از آن که بازمانده 1 را کشیده بود. آیدین در این تابلو از خودش میگوید. از آنچه که سالهای دراز برایش جنگیده. برای ارزشهایش. تابلو گفتگوی 2 نسل است. آثار اساتید دیگری هم اینجا کنار هم نشستند، از بهمن محسس نقاش و مجسمه ساز پیشروی ایرانی و لیلی متین دفتری از بنیانگذاران هنر مینیمالیستی ایران که امروز دیگر در میان ما نیستند، تا هیچ های معروف تناولی و علی اکبر صادقی که چند نسل با انیمیشن های او خاطره دارند. ما با بعضی از این هنرمندا خاطره کودکی داریم و بزرگ شدیم. دوست داشتیم که تو این نمایشگاه هم دوباره از طریق یه ماشین زمان ما برگردیم، شاید به گذشته یه حس نوستالژی بگیریم و اینکه در کنارشون هنرمندای جوانتر بودن مثل حامد رشتیان یا سهن حسامیان، محسن فولادپور، مینا طلایی که مجموعه بسازن با هم که نتیجه این نمایشگاه میشه. این اثر سهن حسامیانه، یه هنرمند جوونی که عنوان کارم هست خلوت. این کار الهام گرفته شده از معماری اسلامی که سهند وارد کرده توی فضای معاصر. این کار سه‌بعدیه و قشنگ بیننده رو میبره توی سفر زمان و اینکه این کارا یه حس عرفانی داره. خیلی ها خسته شده بودن از خطاطی و خوشنویسی سنتی و میخواستن کارهای جدید ببینن و فریدون امیدی بیشتر تمرکزش روی بافت و کمپوزیسیون و رنگای نقاشی است تا اینکه خود خوشنویسی و خط نقاشی. زمان بی زمانی، مجسمه رامین جمشیدی، هنرمند جوان ایرانی، اینجا در پاریس به یک دیزاینر مطرح فروخته شد. زمان قراردادی است که آدم‌ها ایجاد کردند و خود به این ماشین خود ساخته وابسته شدند و حیات روزانه‌شان را به دستان سپردند. اما گاهی هم در میان شهر شلوغی مثل پاریس، روزمرگی می‌تواند متوقف شود و کسی پای بگذارد به درون ایران کوچکی که اینجا برایش فراهم شده. قبلا کلکترها می‌رفتن کارهای سوریه، عراق، کشورهای دیگر رو می‌دیدن، به کارهای ایرانی نگاه نمی‌کردن یا ایرانی‌ها فقط کار ایرانی می‌گرفتن و کارهای عرب و جای دیگر رو نگاه نمی‌کردن. خارجی‌ها شروع کردن به اسم ایران اومدن تو اخبار و این باعث میشه که خب تو یه نمایشگاه ایرانی راجع به آرتیست‌های ایرانی هم باشه، اتوماتیکلی همه می‌خوان ببینن. از این لحاظ فکر می‌کنم که این باز شدن ایران و این برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی خیلی مهم بوده. مهمترین ماشین زمان شاید ذهن خود آدم باشد، ذهنی که میتواند مثل این عکس کلاژگونه ملکه ناینی به تن مادر کیمونوی ژاپنی با طرح قاجار کند و عکس خانوادگی را از اتاقی تر تهران ببرد به کوهستانی دور، به زمانی دیگر. ماشین زمان میتونه به شتاب چشم برهم زدنی ما رو به قرون گذشته ببره، یا هم مثل تابلوی مهاجرت رضا درخشانی با حرکت لاک پشتی آرام و آهسته درخت زندگی بردوش به سمت یک آینده روشن نارنجی حرکت کنه. ناجی غلامی، بی بی سی.